آرش عزیز رو روی خط دارم. درود بر شما آرش عزیزم، در خدمت شما هستیم، بفرمایید. درود بر همه بینندگان، درود بر کشیش رسول عزیزی. من آرش هستم از خوزستان، از ایران. بله. من بی خدا شده بودم، ضد خدا شده بودم، جانه. آدم بدی شده بودم، جانه. آدم خشن و بیرحمی شده بودم، جانه. عصبی بودم، ناراحت بودم، تا اینکه از طریق فیسبوک یک بار که من برنامه های آقای فخرآور رو دنبال می کردم، بله. یک برنامه مشترکی بود بین آقای فخرآور و آقای کشیش رسول گرامی. خواهش میکنم. و از اون طریق با مسیحیت آشنا شدم. شکر خدایش. علاقه مند شدم. دو سه ماه برنامه های کشیش رسول رو نگاه می کردم. با نگاه کردن برنامه کشیش رسول آرامش پیدا می کردم. خدا رو شکر این مسیح. و امروز من قلبمون به مسیح دادم. خدای شکر. رسول دعای توبه رو برای من خوند. خدای شکر. منم آمین گفتم. هللویا. خدای شکر. از اون لحظه آرامشم بیشتر شده. زندگیم راحت‌تر شده و احساس بهتری دارم. خدا رو شکر می‌کنم. آمین. آمین. منو با مسیح آشنا کرد. خدا رو شکر، خدا رو شکر. هللویا. آمین. آمین. خدا چه مدتی هست که الان شما با مسیر و ملاقات که حالا فرمودید از زمانی که این برنامه ها رو دارید میبینید چقدر زمان بوده؟ حدودا شاید من 3 ماه یا 4 ماه میشه من برنامه های کشیش رسول رو دنبال میکنم، برنامه شما رو از طریق فیسبوک نگاه میکنم و از اون لحظه احساس بهتری دارم. خدا رو شکر برای این مسیر. آرامش دارم و او حالت خشونت و عصبانیت دیگه کمتر شده در من. خدا رو شکر، خدا رو شکر. آیا انجیل هم مطالعه میکنید شما در طول این ایام؟ بله. انجیل چجوری؟ انجیل رو من از طریق فروشگاه پلی، بهش میگه فروشگاه گوگل پلی، بله، از طریق همین گوشی های اندرویدی دانلود کردم. اپلیکیشن بایبل رو نصب، بایبل فارسی رو نصب کردم. خیلی راحت مثلا کلیک میکنیم متا شماره مثلا 1 2 3 راحت همون قسمت رو نشون میده و من از طریق مطالعه میکنم. خدا رو شکر، خدا رو شکر. راحت هست، همه گوشی های اندروید راحت میتونن دانلود کنن و استفاده کنن. خدا رو شکر، خدا خیلی هم راحت و آسان است. تیم نیازی به کتاب کاغذی هم نیست. بله. و خرید کتابی راحت میتونید از طریق اینترنت فروشگاه گوگل پلی دانلود و استفاده کنن، بخونن. خیلی عالی هم هست. خدایش برای غیرت برادرمون. من وقتی که خب دیدم ایشون ایران هستن، البته ما روی شبکه محبت هم هموطنانمون از ایران با ما تماس میگیرن، اینجا هم همینطور هست اما اینجا خیلی کمتر هستیم، ولی من به ایشون گفتم برادرم اگر صلاح میدونید میخواید این کارو نکنید گواهی رو. گفتن نه من ایمان دارم و میخوام بگم. کلام خدا میگه ایمان آوردم و سخن گفتم. و برادرم آرش عزیزم که البته روی فیسبوک و ما بودن مدتی هستش و با هم در تماس هستیم، اما آشنایی انقدر نداشتم تا اینکه امروز با هم وقت خوبی داشتیم و الانم که گواهیشون شنیدیم و من ایمان دارم همونه که خودش میگه من اسیر خشم و عصبانیت بودم، حتما خداوند کار کرده. شما گذشته از این که خب امروز قلبتو به مسیح داری، ولی به نظر من شما در روزهای قبل غالبا خودتو به مسیح سپرده بودی. آیا امروز من دعای توبه رو شما برای من خوندیم دیگه آرامشم خیلی بیشتر شد. خداش برای روح القدس. ولی شما قبلم که دیگه پیگیر کردید مسیح رو، نسبت به خشم و عصبانیت چگونه بودید؟ همون لحظه هایی که برنامه های شما رو می دیدم جانم. آرامش عمیقی در وجودم بود. خدارش. اون لحظه ها دیگه اون احساسات بد شیطانی که در وجود من نبود. خدایش برای آزادی در مسیح. زمانی که شما دعا رو خوندید دیگه کامل انگار از بین رفت. هللویا. کامل. خدایش. کامل اون خدا رو شکر. تبریک بهتون میگم آرش.
آمین احساسات شیطان یک بار نابود شد. آمین آمین که کلام خداوند یه قدرتی که در خون مسیح هست در هیچ چیز نیستش و ما ایمان داریم کسی که مسیح ایمان میاره با خون مسیح زندگی او، گذشته او، افکار او، روان او نیز کفاره میشه و سلامتی خواهد بود. من میخوام یه دعای دیگه برای شما داشته باشم، دعای برکت، اما اگر مطلبی هست خوشحال میشیم بشنویم. آرش جان، من تا قبل از اینکه ایمان بیارم قبلا اول که مسلمان زاده بودم و در دین خودم هیچ آرامشی نداشتم جان. بعدش که از یه نفرت پیدا کرده بودم از این مذهب، بی خدا و ضد خدا شده بودم، درست. و حتی دشمنی میکردم با خدا جان. تا اینکه با مسیح آشنا شدم اصلا فهمیدم که راه رو اشتباه میرفتم و خدا رو نشناخته بودم، حتی اسم خدا رو هم اشتباه میگفتم، میگفتم الله. برابر. و وقتی که با مسیح و یهوه آشنا شدم فهمیدم که اصلا راه رو عوضی میرفتم، راه درست راه مسیحه. آمین آمین آمین. خدا رو شکر. خدا رو شکر برای روح القدس عزیز که در کتاب یوئیل 2:28-30 میخونیم که اعلام میکنه، 28-30 میخونیم که اعلام میکنه در روزهای آخر خدا روحش رو خواهد ریخت تا تشنگان خودش رو لبریز از اون محبت کنه، برای خوابها و رویاها، برای مکشوف شدن حقیقت، برای نبوت، برای عطایا و برای ادامه مأموریتی که به خاطرش آفریده شدیم که صلح و سلامتی و حیات جاوید است. تشکر میکنم آرش عزیزم، حتما سعی میکنم در جلسات دیگه از شما استفاده کنم. خواهش میکنم، میخوام دعای کوتاهی هم براتون داشته باشم. هللویا. آمین. خیلی ممنون. هللویا پدر عزیزم. خداوند تو رو شکر میکنیم ای خدا که تو مطابق فیضت ایران و ایرانی ها را تحت لطف خودت قرار دادی. چه در خواب و چه در بیداری میبینیم که تو ایرانی ها رو ملاقات میکنی. خداوند و قلب های اونها رو لمس میکنی. شکرگزار هستم که قلب آرش عزیزم رو لمس کردی. به محبت خدا و او رو برکت دادی. برکت نجات دادی. با او باش و با اهل خانواده او. او رو پیوسته از روح القدس لبریز کن و از آرش استفاده کنه خداوند که در کنار زندگیش که خدا زندگیش رو تقدیس کنه. در روح تو تقویت بشه خدا. در مسیر تو تکمیل بشه خداوند نیز بتونه خبر خوش نجات رو به هموطنانش برسونه و تو جلال یابی. و همه اینها در نام مسیح میطلبیم. آمین. 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 آمین که شما رو به دستان پرفیض خدا میسپاریم برادر عزیزم. آمین. عزیزم. فیض خدا باشه.